بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دوستان عزیز، یکی از مواردی که بسیار مهمه که امت اسلامی به آن توجه داشته باشه اینه که متاسفانه از دیر زمان است که بر علیه علما و دعوتگران اسلامی تهمت ها جریان داره در کشورهای مختلف. در ابتدای کار کوشش میکنن که علمای اسلام و دعوتگران اسلامی را این گونه از صحنه حذف کنن، به گونه تهمت و افترا و دروغ و یک سری مسائل دیگر. بعد از آن که نتوانستن، باز حذف فیزیکی میکنن، مثل که امروز در افغانستان بعد از 18-19 سال آمریکا میبینه که ناموفق شده، از جیرانش دست به کار میشن به کشتن علما و دعوتگران و یا کسانی که منافعشان در خطره به کشتن علما و دعوتگران شروع میکنن. دوستان عزیز، این روزها خبر نشر شد، بریم سر اصل موضوع. خبر نشر شد که یک دختر 9 ساله‌ای به اون تجاوز میشه. خب اخبار شروع میکنن، یعنی طبق معمول رسانه های خبری، که اطلاع رسانی بکنن، که در واقع وظیفه یک رسانه اطلاع رسانی هست نه قضاوت بیجا. این خوبه که خبرنگاران عزیز و رسانه های خبری به خوبی این قضیه را بفهمن که وظیفهشان اطلاع رسانی است نه قضاوت بیجا. این رو باید به خوبی درک کنن. ولی متاسفانه یکی از این شبکه ها، شبکه طلوع، آمد تیتر خبری بسیار مستهجن و بدی را نشر کرد که بله، یک ملای در یکی از مدارس دینی به یک دختر تجاوز کرد. دوستان گرانقدر، و بی بی سی هم آمد خبر نشر کرد، شبکه خورشید هم آمد، یا تلویزیون خورشید هم آمد خبر را نشر کرد. بعضی ها خیلی با عجله شروع کردن به حدکارمت کردن به علما و دعوتگران و همچنین کسانی که حرف از دین میزنن و تاخت و تاس کردن به مدارس دینی. ببینید دوستان عزیز، ما و اینها در یک قضیه با هم مشترکیم که جرم عمل شخصی هست، نباید به یک قشر به صورت عمومی نسبت داده بشه. یکی از این افراد کار را انجام داده، چرا باید دیگران پاسخ بدن؟ ما این را بارها و بارها گفتیم. بارها شده که در مکاتب هم تجاوز صورت گرفته. بارها شده که یعنی از طرف قشر دکتر صاحب ها بعضی از خائنین تجاوز کردن و الی آخر افراد متعددی، افراد زیادی و اقشار مختلف. ولی هیچ کس وقتی یک فرد دیگری غیر از علما و دعوتگران مرتکب عمل میشه، هیچ وقت عمل او عمومیت داده نمیشه. گفته نمیشه که عموم دعوتگران، عموم دکتر صاحب ها، عموم مکاتب این گونه هستن. ولی وقتی که ارتباط میگیره مدارس دینی و ارتباط میگیره به افرادی که به هر حال حرف از دین میزنن، حالا یا قاری قرآن یا حافظ قرآن یا عالم دینی یا هرچی که به تعبیر اونهاست، اینجا دیگه باز نه قضیه فرق میکنه، قضیه کاملا متفاوته و فرق میکنه و شروع میکنن به تاخت تاس کردن، توهین کردن، اتهام زنی، تمام مدارس را بد گفتن، تمام علما و دعوتگران را بد گفتن. این واقعا یک عمل بسیار بدیه و این در واقع ریشه در همان اسلام ستیزی داره و متاسفانه برخی از رسانه ها بهره خوبی از اسلام ستیزی در سرزمین اسلام دارن. متاسفانه واقعا بسیار تاسف آوره که از اولاد مسلمان، از تبار مسلمان که ادعای مسلمان بودن میکنه، اینگونه بر علیه علما و دعوتگرانش تاخت و تاز میکنه. واقعا این تاسف آوره، واقعا تاسف آوره. به هر ترتیب دوستان عزیز، به من اجازه بدید که این گزارش را با هم یک مرور بکنیم. شاید واقعیت امر برای ما اندکی مشخص بشه تا بدانیم که حقیقت چیست. دوستان عزیز ببینید، من برایتان دوستان گرانقدر اخبار را اینگونه نشر میکنم. از شبکه طلوع شروع میکنیم. ببینیم که شبکه طلوع در این باره، البته همان به اصطلاح بگیم که گزارشی را که شبکه طلوع نشر کرده با هم دیگر مشاهده میکنیم و تشکری میکنم از دوستان عزیزی که این ویدیوها را به من فرستادن تا اینکه بتوانم انشاءالله یک خبری برای دیگران برسانیم. دوستان عزیز ببینید، اینجا این شبکه طلوع را من نشر میکنم برایتان. گزارش شبکه طلوع را میبینیم. نام مستعارش زینب است.
او که صنف سوم مکتب است ادعا دارد برای نخستین بار بود که برای فراگیری علوم دینی نزد مردی رفته بود، اما این مرد بر او و یک دختر خردسال دیگر تجاوز کرد. شاگردان بود که باز کل دیگر شاگرد را ماندمک و دیگر شاگرده که چگک بود قایده خورکم بود او را کتشکار برد کرد باز دومش مر کتش کرد و دست مر گرفت شخ باز دار مر گرفت میخواستم چقدر بزنم باز دو دار مر گرفت بود. خانواده این کودک که حتی پول خریداری دارو را برای کودکشان نداشتند میگویند پیش از چاشت روز دوشنبه هنگامی که دخترشان به خانه آمد در وضعیت بدی قرار داشت و گریه میکرد. وقتی که همیم آمدم کتش بس یک چند دانه او خودش پت شده بود در خانه دیگه، یک چند دانه سی دانه مرکه بود و دیگه در او دیگه خانه بود، خودش در او دیگه خانه بود. زینب اکنون در یکی از شفاخانه های کابل بستری است. پزشکان این شفاخانه تایید می کنند که بر این دختر تجاوز شده است. خانواده زینب هنگامی که از این رویداد آگاه شد با زینب به اینجا آمدند و زینب آن مرد متهم به تجاوز را شناسایی کرد. اما جایی که تدریس می کنند هم سرای آمدیم این نفر هم اونجا پیدا کردیم، به حوزه تلفن کردیم و تسلیم حوزه کردیم شد. پلیس میگوید که مرد متهم بازداشت شده است و اکنون در انتظار نتایج ارزیابی های طب عدلی هستند. دوستان عزیز، شنیدید این گزارشگر جالب، یعنی الفاظی که استفاده میکنه که این برای اولین بار میخواست بره علوم اسلامی یاد بگیره و بعد این بلا به سرش آمد. ببینید این گونه به ذهن مردم القا میکنن که متوجه باشید در مدارس دینی نرید، در این حال در نزد کسانی که حرف دین میزنن نروید، بر حذر باشید از اینها. اصل هدف اینه. جالبه که در این گزارش اگر شما دقت کرده باشید و جالب دوستان عزیز در سایت خود بی بی سی هم این نکته اونجا هست که در سایت بی بی سی میگه که صدیقه عمه این دختره، در سایت طلوع صدیقه که اونجا صحبت میکنه اون خواهر میگه که این عمه این دختره. من دوستان عزیز برایتان نشان میدم، ببینید که در شبکه طلوع وقتی که این رو نشر میکنه یعنی چیگونه نشر میکنه. این جالبه، تیترش رو ببینید دوستان عزیز، تیترش رو اینجا ببینید تیترش. اعضای خانواده یک دختر 9 ساله در کابل ادعا دارن مردی که این دختر را علوم دینی آموزش میداد بر وی و یک کودک دیگر تجاوز کرده است. خیلی خوب، نام مستعارش زینبه. جالب این گزارشگر میگه که نام مستعار این دختر زینبه و واقعا که تأسف آوره، یعنی دوستان عزیز که به یک دختر 9 ساله به یک طفل معصوم یعنی تجاوز بشه، واقعا این همون حیوانیته، این واقعا حیوانیته. ما هدف ما اینه که مشخص بسازیم که واقعا این گزارشی که به این گونه آمده شده، یعنی میخوان که از این دختر معصوم و بیچاره این گونه سوء استفاده بکنن بر علی علما، بر علی دعوتگران. متوجه هستید؟ هدف اساسی اینه، وگرنه کدام انسان عاقله که تجاوز به یک دختر 9 ساله، اصلا تجاوز به یک انسان، حالا چی مرد باشه چی زن باشه چی دختر باشه چی پسر باشه، هر انسانی، این تجاوز بدون شک و تردید نه شرعن نه عقلن نه انسانن این درست نیست، حیوانیته. باز خصوصا به یک دختر 9 ساله یک طفل معصومی این گونه تجاوز صورت بگیره. الله المستعان. میگه نام مستعارش زینبه. خیلی خوب، نکته دیگری که دوستان عزیز در اینجا مشاهده میشه، اینجا شما دقت کنید، من اینجا روی صفحه ببینید، من برایتان نشان میده. میگه صدیقه عمه زینب گفت، و در این گزارش هم دیدید که صدیقه عمه زینبه. میریم سراغ بی بی سی. در بی بی سی صدیقه را مادر این دختر معرفی میکنه. این خیلی جالب بود برای من وقتی که این خبرها را من میدیدم که اینها چگونه تناقض دارن، یعنی سبحان الله. تیتری که در بی بی سی گذاشته، پلیس کابل فردی را به اتهام تجاوز به یک کودک بازداشت کرد. خوب کار کردین، کار خوبیه. جالبه که در بخشی از این خبر، در ابتدای این خبر دقت کنید، میگه بستگان این کودک مدعی‌اند
که فرد متجاوز قاری قرآن بوده و دختر خردسالشان جهت فراگیری دروس دینی نزد وی رفته بود. اما فرد یاد شده این کودک را در یک اتاق دیگری برده، دهنش را بسته و بر وی تجاوز جنسی کرده. خوب دقت کنید. میریم پایین تر. همین بی بی سی هست، یعنی اینجا رو ببینید، میگه همچنین صدیقه مادر این کودک به بی بی سی گفت. حالا مادر یا عمه؟ نه، گرچه فکر کنم عمهش، چون عمهش هست، چون که گزارشی که در خورشید هم پخش میشه عمهش معرفی میشه. اما جالبه که بی بی سی باز یک موضوع دیگری را، این همچون یک شبکه های اسلام ستیز هست، باز این یک موضوع دیگری برآورد میکنه که این صدیقه مادرش بود. گرچه این موضوع رو مشکل موضوع رو یعنی تغییر نمیده، ولی هدف من اینه که ببینید گزارشاتشان چگونه ضد و نقیض هستند با هم. در یک جا عمه‌اش میشه، در یک جا میشه مادرش. خیلی خوب، اینجا گفته مادرش، خودتان ببینید. بی بی سی گفت که دخترش ساعت 9 روز گذشته جهت ثبت نام به خاطر فراگیری دروس اسلامی نزد یک قاری قرآن رفته بود، در حالی که این گونه نمیگه. من برایتان ویدیو رو از تلویزیون خورشید نشر میکنم که ببینید اونجا چی میگه. خب بیاید پایین تر. جالبه دوستان عزیز، خیلی پایین ترش خیلی جالبه. میگه که فرمانده پلیس کابل، البته این در سایت بی بی سی است، فرمانده پلیس کابل میگوید قضیه تجاوز به این دختر به روز سه‌شنبه دوم حمل به آنان گزارش داده شده و خانواده این دختر ادعا کرد که فرد او را مورد تجاوز قرار داده است. اینجا را دقت کنید، ادعا شده که یک کودک 8 ساله از سوی فردی که خود را چوکیدار، نگهبان و محصل دانشجو معرفی می کند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. چی شد؟ این قاری قرآن و مدرسه دینی و اینها کجا شد؟ آخر رسید به یک چوکیدار؟ این حرف پلیس دیگه، به هر حال این حرف پلیس ظاهراً، یا به تعبیر بی بی سی ادعا شده. خب اونم میگه ادعا شده، اینجا هم میگه ادعا شده. حالا کدامش درسته؟ شما چیگونه گزارشگرایی هستید؟ یعنی واقعا با احترام به همه خبرنگاران عزیز، این شما را به خدا روش خبرگزاریه؟ خب یه خبر موثق بگو. یعنی متاسفانه هدف در اینجا که میرسه خبر موثق نیست، هدف شبه پراکنیه که در ذهن مردم جا بده که این رفته دروس دینی یاد بگیره. به تعبیر تلویزیون طلوع برای اولین بار بود که رفت یک بار افتاد به دام یک ملای متجاوز. متوجه هستید؟ خودتون خوب قضاوت کنید دوستان عزیز. والله به گیر عجب مردمی افتادیم، به گیر عجب مردمی افتادیم. متاسفانه هیچ کدامشان به راه خود راست نیست. ببینید دوستان عزیز، این گزارشی است که باز تلویزیون خورشید آماده کرده، شبکه خورشید یا تلویزیون خورشید. ببینید یک گزارش دیگری داره، جالبه. یعنی اینجا باز قضیه کمک فرق میکنه، موضوع کمی متفاوته و فرق میکنه. خودتان دوستان عزیز گوش کنید تا اینکه ببینید که قضیه از چی قرار است. گوش کنید. از درد به خود میپیچد و تاب و توان سخن زدن را ندارد. بهاره 8 ساله دیروز زمانی که میخواست به مدرسه برود، در مسیر را از سوی مردی که خودش را دانشجو معرفی کرده و نگهبان یک سرای است مورد تجاوز قرار گرفته است. دقت کردید دوستان عزیز؟ اینجا را متوجه باشید یک لحظه. اینجا را متوجه شدید دوستان عزیز؟ خودش را سرایدار معرفی کرده و دانشجو بوده. یعنی اینجا قضیه ملا و این حرفا، خوند و ملا و این حرفا نیست. خوب دقت کنید. و یادتان باشه دوستان عزیز که نام این دختر را شبکه خورشید باز بهاره میگه. شبکه طلوع چی گفت؟ گفت نام مستعارش زینبه، یعنی نام واقعیش نیست. پس معلومه که نام واقعیش بهاره است. الله اعلم، حالا ما به نامش کاری نداریم، ولی این خبرگزاری ها یعنی این گونه ببینید که برایتان خبرگزاری میکنه. گوش کنید ادامه را. گوش کنید. انجام این رویداد، مادرش که هنوز اشک در چشمانش نخشکیده است، این رویداد دردناک را این گونه روایت می کند. اصلا نیست رخصتی از او دختر. گفت نه مال نیست. تو چی را می پایی؟ من می پایم. برو پسایی سو می پایم. ای را چند دقیقه بود 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 دواجه بود چند مجد پس آمدی دختر گیران کده. با چوش خط خونی یکی گیران کده آمده که مرا این آدم اینی کار را سرم کده. اون مرده که با زیر پیرانی خودم برش داده که دجان رو پایم که خون نره جان. او زنده خون یکی پرامد. مادرش ما را به جایی می برد که این رویداد رخ داده است. کارتی سخی در حوزه سوم امنیتی شهر کابل.
با گفته خانواده ای دختر خردسال دهنش بسته میشه و در بین این سرای و در این اتاق که در کارت سخی کابل موقعیت داره آورده میشه و مورد تجاوز قرار میگیره. با گفته خانواده این کودک، کسی که با وی تجاوز کرده ذکرالله نام دارد و نگهبان یک سرای نیز بوده است. اکنون خانواده وی خواهان تامین عدالت و به کیفر رسانی به نامل این روی دادن. میخواهیم که عدالت صحیح تطبیق شوه. عدالت که باید بچه باید حکم اعدام شوه. اما محمد حسن که خودش را از نزدیکان ذکرالله معرفی میکند روایت دیگری از این رویداد دارد. او تجاوز بر بهاره کوچک از سوی ذکرالله را رد میکند. خورتره گشتو بود و آمد که امرای آدمی کار کرده، اما ما به شرط میگم که آدم هیچ وقتی کار نکرده. پزشکان در شفاخانه استقلال تایید میکنند که این دختر مورد تجاوز قرار گرفته است، اما هنوز روشن نیست که از سوی چه کسی این کار انجام شده است. در همین حال وزارت امور داخله میگوید فردی که ادعا شده این تجاوز را انجام داده است از سوی پلیس گرفتار شده است. دوستان عزیز، هنوز در حد ادعا هست. جالبه که شبکه طلوع هم خودش میگه که ادعا شده چون این چیزی. من تعجب میکنم، شبکه بی بی سی هم میگه ادعا شده و جالبه که پلیس میگه هنوز مشخص نیست از کدام سمتی، از کدام جهت، یعنی از نیاز داره که به طب عدلی بره و به هر حال این قضیه بررسی بشه. هنوز در حد ادعاست، متوجه هستید؟ هنوز در حد ادعاست. میگه که بله، برای اولین بار در مدرسه دینی رفته بود و این کار صورت گرفت. وای وای، بچه های خود را نفرستیم به مدارس دینی که این بلا به سرشان میاد. شما رو به خدا، این طریقه خبرگزاری هست. اگر شما غرض و مرض ندارید و دشمنی با علما ندارید و دشمنی با دعوتگران ندارید، که اساسا اکثر شما دشمنیتان با اسلام، ولی از این طریق، از طریق علما و ملاها یک سوژه پیدا کنید که بکوبید، این روش خبرگزاریه. یک خبرگزار باید این گونه باشه، یک خبرنگار باید این گونه باشه. یعنی شما را به خدا، دوستان عزیز، خودتان قضاوت کنید. حالا ثابت بشه که واقعا این ملا بوده، قاری بوده. ما میگیم، شما نه، ما قبل از شما میگیم که این انسان خبیث باید به جزایش برسه. اما چرا شما ظلم میکنید؟ نام مدارس دینی را بد میکنید، نام همه علما را بد میسازید. چرا این کار را میکنید؟ از الله نمیترسید؟ آیه قرآن هست، الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر شما مؤمن واقعی هستید، من این آیه را برایتان میخوانم. الله میگه اگر خبری برایتان فاسقی رساند، برید متأکد بشید، برید تحقیق بکنید، ببینید واقعیت داره یا نداره. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. شاید شما نخواسته به یک قوم و به یک گروه و به یک مردم، به یک طایفه، به یک شخص ضربه روحی وارد بکنید. برید قضیه رو تحقیق کنید، باز بعد تصمیم بگیرید. این گونه نشه که بعدن پشیمان بشوید. یک چیزی که هنوز در حد ادعاست. من تعجب میکنم، یعنی دوستان عزیز، واقعا این برمیگرده به محاکم. محاکم اگر واقعا محاکمی باشن که بر اساس عدالت، بر اساس عدالت قضاوت بکند، باید جلوی این رسانه ها را بگیرن. اینها قبل از این که حکم شخص اثبات بشه آبرویش را میریزانند، قبل از این که حکمش ثابت بشه آبرویش را میریزانند. و خیلی این تعامل غلط و بیجاد بارها صورت گرفته. نفر به اتهام فلان چیز دستگیر شده، 6-7 ماه بعد آزاد شده، اصلا اتهامی بر او وارد نبوده، اتهام از او برداشته شده، رفع شده، ولی رسانه ها قبل آبرو و حیثیت نفر رو ریختانده. این روش خبرگزاری درست نیست. از نظر شرعی و اسلامی قربان اسلام بشم، چه زیبا این مسائل بررسی میکنه و من یقین دارم که یعنی از نظر خبرگزاری دقیق و صحیح هم که واقعا قوانین خبرگزاری و قوانین خبرنگاری واقعا مراتب بشه، باید این گونه باشه. هنوز یک شی در حد ادعاست، در حد ابهامه، پشت پرده است، مشخص نیست. تو میای آبروی یک قشر را میبری، 4 تا سکولار، 4 تا بیدین هم شروع میکنن به چرندیات گفتن بر علیه مدارس و بر علیه علما، در حالی که یک شی در حد ادعاست. حتی در حد ادعا نباشه، مگر شما با این قضیه با ما موافق نیستید که جرم عمل شخصی است؟
چرا این قضیه رو شما عمومیت میدید؟ به همه علما، به همه دعوتگران بد و رد گفتن، توهین کردن، جسارت کردن؟ آیا خوشتان میآید که اگر یک خبرنگاری که بارها هم صورت گرفته تجاوز جنسی بکنه، اعمال زشت دیگری انجام بده، ما بیایم شروع بکنیم بگیم همه خبرنگاران بدند، این گونه هستند، متجاوزند، خرابکارند؟ خوشتان میآید از این کار؟ لذت میبرید از این کار؟ مگر اینکه کدام مرضی داشته باشید که من خواهش میکنم مراجعه کنید نزد یک طبیب، نزد یک روانپزشک، خودتان را مداوا بکنید. این گونه واقعا این روش، روش درست و روش انسانهای سالم و صحیح نیست. به هر صورت دوستان عزیز و گرانقدر، خودتان ببینید، خودتان قضاوت کنید و خودتان براحتی میتوانید که موضوعات را بررسی بکنید در ذهنتان و در به هر حال فکرتان و اندیشیتان و میتوانید تفکیک بکنید میان حق و میان باطل. جزاکم الله خیرا. تشکری میکنم از حوصله مندیتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.